رهایش کن. وای وای چی شده؟ چی شده آبجی؟ چرا خدا چیکار میکنی؟ چیکار باید بکنم کار خر؟ خبرداری الان ساعت چنده؟ اوف آبجی اوف. به خواهرت اوف نگو، اوف نگو. برو دست و صورتتو بشور، خوابالو نشین پای سفره. یعنی واقعا دماغش بو میکشه؟ من خواهرتم، خب معلومه که میفهمم. ای بابا، این پول حتی برای مالیات دادنم کافی نیست. بهترین کار اینه که همینه سرمایه گذاریش کنم. ارم بفرما داداش. داداش واکس بزنم. ای بابا واکسنم یه خیال، این کوپونو بگیر، اینم پولش، برو رو شرط بندی کن. باشه داداش. اضافه پولش هم مال خودت، برو. اینجوری که نمیشه، من باید یه راه حل پیدا کنم. ولم کن تو رو خدا، مگه همچین چیزی میشه اصلا؟ خب چرا نشه؟ از استانبول قاچاقی فراریش دادن و تو را به سمت ترابزون که میرفتن به خاطر اینکه گیر نیفتن همونجا وسط جاده دفنش کردن. خب اگه اونجا دفنش کردن چرا بعدش نرفتن دنبالش برش دارن؟ خب چون توی راه همشون تلف شدن و مردن بیچاره، وگرنه مگه میشه که اون همه طلا و گنج و اونجا زیر خاک ول کنن و بذارن و برن؟ خب باشه، حالا بی خیال، بیا به بازی برس. باشه، تو باور نکن، بالاخره یه روزی یکی پیداش میشه و اون گنجا در میاره و اون وقت تو همونو میبینی. آره باشه حتما. من بعد از این قانون میذارم، حالا ببین. خواهر تو رو خدا دست بردار. هیچی نگو، اسم خدا رو به زبونت نیار که الان غسل واجبی.
آبجی من رفتم دوش گرفتم اومدم. جواب خواهر بزرگتر تو نده. لعنت به اون روزی که تو به دنیا اومدی. از همون اولش هم معلوم بود که چه جور آدمی میشی. چه جوری هم مگه؟ چطور میخواستی باشه؟ مادر خدا بیامرزم داشته توی طویله کار میکرده که یهو درد زایمان شروع میشه. تا اومده بلنشه تو عین چی همونجا روی تاپالهای گاف به دنیا اومدی. قابل همون زمان گفته بود دیگه این بچه هیچ گوهی نمیشه. زن حق داشت والله. آبجی اینی که تو گفتی من اصلا قابله نداشتم. مادرم خودش تنهایی منو به دنیا آورد. از نظر تکنیکی اون خودش قابله هم محسوب میشه. آبجی تو رو خدا تمومش کن اول صبح. چه اول صبح آخه؟ این موقع روز شده و تو هنوز توی خونه ای. تازه آقا مغازه دارم میخواد باشه. مگه تا این ساعت کسی میخوابه؟ آها این گوشیت هم از صبح تا حالا همینطور ور ور داره زنگ میخوره بالا سرت. تازه آقا روی ویبرا هم گذاشته که نکنه یه وقت اذیت بشه. کرخره بیفایده. اوه صمد 10 بار زنگ زده. غیر از اون کی دیگه بهت زنگ میزنه؟ اونم یه بیفایده ای دیگه است. آبجی تو رو خدا بس کن. من میرم مغازه. فعلا خدا بشین سر جات. این صبونه باید خورده بشه. آبجی به خدا اشتها ندارم. تو بخور نوشه جونت. من همین چای بخورم میرم که بعدا میبینمت. خدای من لنده خوره بیخاصیت. چیه پسر؟ داداش خودتو زود برسون به من. یه خبر عالی دارم. باشه باشه قطع کنم. باید چی کار میکنی؟ بلا گرفته؟ تا کجا موندی داداش آخه؟ اومدم دیگه. خب بگو خبرت چیه؟ داداش یه چایی بخوری من همه چیزو بهت میگم خب؟ پسر ول کن چایو کار دارم باید برم. داداش اون نجات و بهری رو میشناسی؟ خب؟ داداش سمت شلوار داداشم پیش شماست. اومدم تو برو داخل. من الان میام. یه لحظه صبر کن الان میام داداش. به پدرت سلام برسون. میرسونم داداش خسته نباش. چی شده؟ پسر گفتی خبر عالی داری. خودت گفتی بیا. باش تو چقدر تعملت کم آخه؟ چقدر تعملت کم؟ مگه 6 ماه به دنیا اومدی؟ آخه گوساله از صبح تا حالا بیشتر از 10 بار به هم زنگ زدی. حالا من شدم کم تعمل؟ الان که چی داداش؟ ما باید سر این موضوع من بحث کنیم؟ نه واضح حرفتو بزن. باید سر این موضوع من بحث کنیم آخه. ببینش تر خدا. ادا و قیافشو ببین. پسر مگه تو نفهمی؟ تعریف کن چی شده. میخوام برم. خیلی خب داداش. الان تعریف میکنم. آماده ای؟ زیادی آمادم سمد. ببین داداش. الان تو برای جور شدن کارات منم برای رسیدن به حلیمه کلی پول نیاز دارم. مگه نه؟ غیر از اینه؟ بله. حالا اینجا رو ببین. تو قهوه خونه داداش نجات و داداش بهری که میشناسیشون داشتن یه حرفایی میزنن. اینا از گنج و طلا اینجور چیزا میگفتن. بابا منو نگاه کن داداش. نگاه کن دیگه با تو هم. حرف منو جدی بگیر داداش. کلی پول میاد دست. داری زندگی میکنی؟ پسر حسن از وجود تو هم بیخبره. بیخیالش رو بره پی کارش. مگه پسر واسه تو قطعه؟ اینجوری نگو. فرهاد من با همه فرق داره. خدای من چرا نمیخوای بفهمی؟ ساکت شو. خواهش میکنم ساکت شو. میدونم چشم امه اون بانو دختریه. باش عزیزم تو آروم باش. حالا ما بالاخره یه چاره واسه مشکلت پیدا میکنیم. یه راهی پیدا میشه. یه راهی پیدا میکنیم مگه نه؟ آخ فرهاد من. اون لبخند قشنگش، اون تیپش، اون نگاهش، اون جذابیتش چقدر آخه جذابه. خیلی هم اهل کاره. نظر مثبت تو چی میگی؟ چی و چی میگم؟ اگه حرفش زدم گوش ندادی؟ گوش دادم. خب ولی خیلی جدی نگرفتم. گیلم کن بابا. پسر آخه میفهمی چی میگی؟ یه سری سرباز داشتن فرار میکردن رفتن این گنج رو یه جای دفنش کردن. حالا ما بریم اونو برداریم. ولم کن بابا. خدای من از دست این. ببین داداش من باید خیلی زود کلی پول گیر بیارم که برم حلیمه رو بگیرم. اینجوری که دیگه نمیشه که میبینی که. یعنی باید یه راهی پیدا کنم دیگه. من میرم سر کارم. خداحافظ شما. داداش چیه فسار؟ به خاطر تمام عاشقای عالم، به خاطر فقرهای درمانده، به خاطر مادرم، به خاطر پدرم، به خاطر بچه هم که هنوز به دنیا نایمدم، به خاطر بستن فروش، به خاطر چای فروش، به خاطر ترکیه. چا بسته دیگه پسر.
چته اوج میگیری آخه؟ از هست پخش بین المللی زبان فارسی از موبیکس میدیا انترتینمنت. باشه هستم با. داشمیم خدا داشم قربونت برم من قلنجتو بهش کنم داداش ولم کن دیگه خدا. ببین من حسابی کلافه شدم، بیا یکم را بریم. به خاطر عاشقای درمونده انجامش میدیم دیگه. نه گفتم انجامش میدیم دیگه، ولی اون چیزی که خودت میزنی همون متوا بده ما هم بزنیم مثل توش. دختر هی میخوام بهت هیچی نگم ولی نمیتونم جلوی خودم رو بگیرم. این آدم اصلا دلش با تو نیست، چرا نمیفهمی؟ عیبی نداره، دل من برای هر دوتامون کافیه. دختر ببین، مادر بزرگم خدا بیامرز همیشه میگفت وقتی دلی با تو نباشه تقدیرش درست نمیشه. اصلا مهم نیست، فرهادم مال من بشه فقط بدون تقدیرم باشه مهم نیست. خدا بهت بخشه. چیزی گفتی؟ میگم انشالله بچه هاتون زیر سایه پدر مادر بزرگ شن. ممنون خواهرم. این کارای گنجیابی و اینجور چیزا خیلی بود دارن پسر، تو نمیخواد بهش فکر کنی، خدا خودش بزرگه، بالاخره یه رای جلوی پات میذاره. آره داداش زدی تو خواه، درست میگی، ما را چه به گنج آخه. اصلا آدم باید بره سر کار کاسبی خودش وایسه. به این آدمای قشنگ نگاه کن، کار کاسبیت پر برکت مسعود قابلا. کار کاسبی داداش، مگه کاری هم مونده؟ میبندم در این مغازه رو، اصلا از اینجا میخوام برم. چطوری علی چایی؟ ای کار میکنم. کار کاسبی تو چطوره مسعود کاروبار؟ برو پیکارت، کار کاسبی کجا بود آخه؟ داداش فکر کنم دیگه کافی باشه. بری. آه فرهاد من، چی میشد آخه یکم منو دوست داشتی؟ میمرد یعنی؟ وقتی من این همه تو رو دوست دارم، آخه انصافه در حق من؟ سکوت نکن، لطفاً یه چیزی به هم بگو. نه اینجوری دیگه نمیشه، بلند شو بری. کجا؟ پیش فرهاد. پیش فرهادم؟ آره، میری جلوشو میگی که من دوستت دارم پسر، بمیرم هم نمیذارم یاره یکی دیگه بشی، بلند شو. نه من همچون چیزایی نمیگم. جیلان بلند شو، اعصاب منو خرد نکن. ولی حلیمه. خیلی خوب، حالا که اینطور شد من میرم بهش میگم، تو هم همینجا منتظر بمون. حلیمه، حلیمه وایسا تو رو خدا، آخه کجا داری میری؟ سلام علیکم. قیافه گرفتنشونو ببین تو رو خدا. داداش میگم بیا درباره این گنج نظر مثبت تو مثبت‌تر. درست میگی. اصلا بیا و همین امشب بریم گنجو بیاریم. آخ قربون لب و دهن و دندونت برم که سر عقل. ببند دهنتو. سر عقل اومدی. پسر آخه تو چه جور آدمی هستی؟ مگه خودت نگفتی بی خیال این گنجابی و این جور چیزا شدی بریم سر کسب و کار خودمون؟ ای بابا ول کن داداش، اونایی که پای کار کاسبیشون نشستن که دیده وضعشونو. نه بلا گرفته، تو آدم نمیشی، به خدا که نمیشی. خاک بر سرم. حلمه داره میاد مغازه داداش. پسر انگار اولین بارشه که داره میاد مغازه، چرا انقدر هیجان زده ای؟ نوشته فرهادم مغازه باشه، باهاش میخوام حرف بزنم. ای بابا حلمه با من چیکار داره آخه؟ چه میدونم داداش، بعد پیامشم کلی استیکر عصبانی گذاشته، معلوم نیست چه غلطی کردم. وای سهلا، نمیخواد انقدر زود استرس بگیری، بیاد میفهمیم چی شده. زود بریم داداش. باش. پسر تو یه جا بند نمیشی یا؟ ویلکم آبا تایتیه. آها اون جیلان نیست پسر، باز اینو گردن من نندازین شما دوتا. واه واه واه، ببینید کیا اومدن اینجا، نور دو چشمان من، سلطان قلبم. بس دیگه صمد، شورشو در نیار. میشه بفرسم این افتخار و سعادت چجوری نصیبم شده؟ باید حرف بزنیم، برو تو مغازه زود باش. هرچی شما بگین سر. پس ما کی ازدواج میکنیم صمد؟ کی ازدواج میکنیم؟ جواب منو بده. خب من... زود باش جواب بده. ما کی ازدواج میکنیم؟ جواب بده صمد. فهمیدی چی گفتم؟ باید بگی. خواهر شما سرپا وای نستو، بیا بشین. ولی حالا همش میذارم که مثل مگس بچسبی به دیوار، فهمیدی؟ پسر من تو رو میکشم و جنازتو یه جایی میندازم که کسی نتونه پیدا کنه، فهمیدی چی گفتم؟ به نظر یه ذره عصبانی میای. ببین منو، به خدا قسم که بابا ماخر منو میده به یه قهوه خونه. راست صبر کن ببینم، من این مغازه رو آتیش میزنم. یعنی چی که بدات به یه قهوه خونه؟ مگه این مغازه براش بس نیست که میخواد بده به یه قهوه خونه؟ این مغازه رو آتیش میزنم. آروم باش آقا صمد، با این داد و بیداد کردن چیزی درست نمیشه، همونجور که فهمیدی بهتره زودتر دست بجنبی. میری جلوش وای میسی و میگی دوستت دارم پسر. آها از نور دو چشم پیام اومده. بچا من دارم میرم، خداحافظ.
خیلی خوب حلیمه جون، دیگه چه خبر؟ مرا ببین، بهت سه روز مهلت میدم. اگه اومدی خواستگاریم که اومدی، وگرنه دیگه هیچ کاری به اتفاقایی که قراره پیش بیاد ندارم. به خدا میرم شوهر میکنم، تو هم همینجا میمونی. پاشو بریم دختر. بهت سه روز مهلت میدم. همش سه روز؟ تو رو خدا ببخشید دختر، به خاطر مشکل تو اومده بودیم، ولی من این پسره بی عرضه رو که میبینم از خود بی خود میشم. خودت میدونی. آره میدونم. شما چی کار کردی؟ خیلی طولانی سکوت کردی. عیبی نداره، گاهی سکوت هم خوب. بیا بریم. سلام علیکم. خوش اومدی. ممنونم. مارالم. مارالم؟ آره، خوشت نیومد نور دو چشمم؟ پسر بیا اینجا ببینم. خوش اومدین قربان، چی میل دارین؟ خیلی چیزا میل دارم، ولی تو نمیتونی از پسش بر بیای. یعنی چی جناب؟ جناب چیه پسر، مگه اینجا قهوه خونه است؟ به خدا تو رو به خاطر بیادبی میندازنت زندان. آخ فرهاد بی خیال شو، دستور مدیر اینجاست، از این به بعد باید اینجوری با مشتریامون حرف بزنیم مثل تحصیل کرده ها. پسر برای خودتون الکی کار درست نکنین، این چیزا با کلمات قلمه سلمه درست نمیشه که. عطا بازی در نه یاد داشت، گفتم که دستور مدیر، حالا هر کوفتی که میخوای سفارش بده تا بیارم. این چه طرز رفتاره عزیزم؟ بی احترامی به پولیه که میدی؟ هیچ دیگه. آسان جون، اگه میخوای رفتار درست حسابی یاد بگیری، باید از داشت یاد بگیری. همین کارو میکنم داداش، ولی اگه ادامه بدم بی پول میمونم. خب حالا هر جور دوست داری میتونی برداشت کنی. تو داری به من تیکه میندازی؟ داداش اگه نمایش تموم شده سفارش تو بگو بیارم. گفتی نمایش، یه چیزی یادم اومد. این اطراف داشتن فیلم برداری میکردن. خب تو چرا توش بازی نکردی؟ داداش به من که نقش نمیدن، اگرم بدن همین گارسونی رو بهم میدن. عیبی نداره، تو بازم دست کم نگیر، جست گرفتن اصل کاره. خیلی خب میشه سفارش بدین؟ بسار آخه من چی میخوام بخورم؟ چای میخورم دیگه، بیا. شما چی میل دارین زن داداش؟ زن داداش؟ عصبانی نمیشم. من یه سیدانی اتیوپی میخوام عزیزم. آزان جون نمیخواد سیدنی میدانی بیاری، تو همون یه دونه چای و یه قهوه و یه تیکه کیک واسمون بیاری کافیه، زنده هاشت هم میخوره. زود باش. باشه داداش. حله آخه دختر، تو چرا از این چیزای خاص و آنتیک میخوای؟ چرا تو این دنیا زندگی نمیکنی؟ بهت دارم میگم اینجا چای خونه است. خسته شدم از چای خونه و این مسخره بازیاتون. آها اهدات فرو ببین، از چی خسته شدی بچه پری؟ میتونی منو مسخره کنی، ولی چای خونه هامونو اصلا. مسخره کنم چی میشه؟ ترکت میکنم. عجب، انگار برام مهم. باشه، بدرود مارالم. نمیذارم از چای خونه همون بد بگی. بدرود شعر ناتمومم، بدرود تنها عشق من. بیخیال. ای بابا واقعا رفت؟ دیوونه این چیزیه دارد. بابا این گوشی رو جواب بده. حلیمه مگه من با تو چیکار کردم آخه؟ تو از جون من چی میخوای؟ دست از سرم بردار دیگه، هر بلایی سرم اومده همش تقصیر تو بوده. شما گرفتی دهن منو از بالا تا پایین بتون ریختی، بسمه دیگه. بیا بازم قد کرد. داداش فرهاد چی میگی روانی؟ خیر باشه داداش، شنیدم از زنداداش جدا شدی. تو از کجا شنیدی؟ همه تو چای خونه راجبش دارن حرف میزنن دیگه، کسی نیست که نشیده باشه. وای خدای من، خودم نرسیده حرفای پشت سرم رسیده. پسر نکنه کسی منو تعقیب میکنه. اگه چیزی ذهنتو درگیر کرده است من بپرس داداش، خجالت نکش. جمع کن بابا دیوونه روانی، خدا شفات بده. داداش فرهاد، داداش فرهاد. چیه پسر؟ چه خبر داداش؟ سلامتی، از مارال جدا شدم. چرا؟ چون چای خونه ها رو مسخره می‌کرد. این خط قرمز منه، هر کی ازش رد شه ترکش. آقا اون وسط راه وایساد، این چه غلطی می‌کنه؟ این چه طرز حرف زدنه پسر؟ چی زر زر می‌کنی؟ خودت چی میگی مرتی که؟ صبر کن ببینم تو وسط خیابون چیکار می‌کنی با ماشین. اگه ما رو زیر می‌کردی چی؟ اگه از رو ما رد می‌شدی چی؟ چند سال من منتظرم ازدواج کنم، هنوز لباس دامادی تنم نکرده. اصلا یه لحظه صبر کن ببینم. صبر ولش کن بابا. این دو تا رو می‌کنم تو دماغت. دیگه وسط خیابون نبینم تا. ایشور. اگه به حلیمه نرسید من می‌رفتم زیر خاک. کی می‌خواد جواب بده جانم؟ این ماشین چند کیلوه؟ اگه من میرفتم زیر این ماشین چند کیلوی دون وقت چی کار میکردی؟ میخواستی به چه جواب بدی؟ ها؟ سمت بل کن تو رو خدا. پسر تو چه چود آخه؟ چی کار داری میکنی؟
چرا اینجوری با عصبانیت گیر دادی به این یارو؟ زدی تو گوشم داداش، عصبانیم دیگه چیکار کنم؟ بیا برای داداش تعریف کن ببینم چی شده. حالا بذار نیاد خواستگاری من ببینه چی کار میکنم. به خدا زن اولین کسی که پیدا بشه میشم. اون اینه چی تنها بمونه همونجا. حالا میبینیم دیگه. والا دروغ چرا؟ اگه فرهاد اونجوری که صمد تو رو دوست داره منو دوست داشت، سه روز که سهله، واسهش یه عمر صبر میکردم. فرهادم. خانم محترم، این پیرانو ببین، آخرین بار جنیفر لوپس پوشیده بود، اونم کجا؟ تو مراسم خفن اسکار. نگاش کن، تو میخوای لباس دست دومو به من بندازی؟ آره اینو اصلا ولش کن، یکی رو بچسب. ببین به خدا یکی دیگه ازش نیست. آمینه. این دیگه چی آخه؟ با این رنگ مزخرفش خواستن مردمو گول بزنن. بنیامین پسر من خسته شدم، برو برام آب بیار. چشوستا آقا رو باش، خسته شدم و اینا. تو داری تیکه میندازی؟ خانم محترم، خدا وکیلی چیزی که نمیخری. بیا برو بیرون، مغازه رو شلوغ نکن، برو. عجبا، پرو رو ببین، کار تو چیه مگه؟ من میخوام ببینم تو هم باید نشونم بدی. ای بابا خدای من، تو زیر لبی به من فوش دادی؟ خانم محترم ببین، مشتری میپرسه من نشونش میدم، مشتری میپرسه نشونش میدم، مشتری از بین همه گزینه‌ها یکی رو انتخاب میکنه و میخره و میره، ولی مشخصه که شما واسه خرید نیومدی، فقط نگاه میکنی. نخیر، من همشون رو میخوام ببینم، تو هم نشونم میدی. بس خودت خواستی. تو چی گفتی؟ خانم محترم ببین، من الان یه بلایی سر شما میارم و رو دستم میمونی. بفرما برو بیرون خانم، برو. بس دیگه. بفرما خانم محترم، بفرما بیرون. بفرما برو بیرون دیگه. حالا میبینی چی کار میکنم، پشیمون میشی از این کاره. باشه باشه، برو بابا. چرا هرچی دیوونه است ما رو پیدا میکنه آخه. بفرما اوستا. اوستا من میتونم برم خونه؟ خونه چیه بچه؟ برو به کارت برس. یعنی چی؟ یعنی داری میگی خونمونم نمیتونم برم دیگه؟ چی خوردی تو بچه؟ چیز دیگه یه میخوایی داده؟ برو داخل ببینم. دیوونه رو ببین تو رو خدا. بچه پرو وسط روز میخواد بره خونه. الو، بفرمایین با کی کار داری؟ حلمی عزیزم، آخه کجایی تو؟ چون نتونستم بهت زنگ بزنم از صبح حالم بده. سه روز وقت دارین آقا صمد، این آخرین حرف من به شماست. حلیمه، 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 با قلب من بازی نکن. چی کار میکنی پسر؟ چی کار کنم داداش، با قلبم بازی شده. پسر مسخره نکن، همین جوریش بی حوصله ما. منم بدتر از تو. تو چت شده؟ حلیمه. آها فهمیدم. میگه همه گزینه رو میزه، فقط سه روز فرصت دارم. فهمیدم. اگه فقط به اندازه یه عروسی ناقابل پول داشتم بقیش یه کار میکردم داداش، میرفتم بندایی هستم. برای چی کار کنم؟ پاشو بریم. کجا؟ قعر جهنم. پاشو بریم دنبال پول. را بیافت، را بیافتی که قعر جهنمی که پول داشته باشه را میخوام داداش. آدم، کافیه، 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 مال من پر رنگ باشه. چه خبر استاد؟ خبر خاصی نیست پسرم، همون چیزایی که میدونی. چهار وعده نمازمونو به جا آوردیم، الان هم اگه قسمت باشه میخواییم بخوابیم. پس واسه همین زودتر چاییمونو بخوریم و به مشکل شما هم گوش بدیم. نظرتون چیه؟ استاد، یکی از دوستای من میخواد پول نزول بگیره، اما از ما پرسیده که گناه داره یا نه. ما هم برای اینکه اطلاعات اشتباهی ندیم گفتیم بیام پیش شما.
همونطور که میدونید فرزندان من نزول در دین ما مجاز نیست، ولی خب آدمی زاد ممکنه تو موقعیت سختی قرار بگیره، البته که میتونه قرض بگیره، اما آدمی زاد از انسان قرض بگیره نه از شیطان. به اون دوستتون بگید که خودشونو درگیر مصیبت نکنه. شما باقی بمون. اون دوستتونم دوستتون باقی بمونه به هیچ وجه. سمت بازی های علی چنگیز کشیده میشه. یه چایی دیگه. ممیل ترین فرزندانه. استاد ممنون، ما دیگه رفع زحمت میکنیم پشت. استاد جانم، میشه یه سوال فنی بپرسم؟ البته بپرس فرزندان. استاد این چایی هیچ وقت تموم نمیشه؟ نمیشه فرزند، تموم نمیشه. قربونش برم، حکمت اونه. داداش موهای دستم صبراش سیخ شد. سیخ شد؟ پسر تو مگه احمقی؟ معلومه که تموم میشه، ولی خب با وقتی تموم میشه دوباره دم میکنیم. خدای تو بست. متوجه شدیم استاد، پاشو بریم دیگه. استاد چیزی میخواستیم بگی؟ نه نمیخواستم، در اصل نمیتونم بگیم. چرا استاد؟ خب پسر در اصل باید بهتون فوش بدم، ولی نمیدم. تو حیات مسجد نشستیم. خب زود باش پسر. استاد یه سوال گزینه یه دیگه هم بپرسم. پسرم دیگه شانستو امتحان نکن. حق با شماست استاد. شب خوش. شبتون خوش. ما رفتیم برا آدم. پسر تو چرا نمیتونی جلوی زبونتو بگیری؟ چیکار کنم داداش؟ چی گفتم؟ حالا بگذریم بیا بریم این پولو پیدا. داداش چیه؟ داداش شنیدی که استاد چی گفت؟ گفت این کار شیطانه، گفت نباید گول چنگیز و علی رو بخوری. بهتره منصرفشیم. خیلی خب باشه، منصرف میشیم، ولی اگه سه روز دیگه حلیم شوهر کرد نیای پیش من نق بزنی. داداش نابود شدم، داداش کارم تمومه، فهمیدی؟ باشه داداش، باشه. نزوله که نزوله، اصلا گناهی چه گناهه؟ اگه آخرش جام تو جهنمم باشه من این پولو نیاز دارم، نمیذارم حلیم مال کسی دیگه بشه. آفرین، نباید بذاری، مرد باشه که. حالا را بیافرین. انسان یه مسافر تو این سفر از عالم ارواح، از رحم مادر، از نوزادی و جوانی و پیری، از تقدیر و بالا و پایین زندگی میگذره. یه سفر طولانی برای آزموده شدنه. یعنی میخوام بگم که فرهاد جان عزیز دلم، 50,000 پولم زیادیه، چه برسه به این که نزول داره و از اینجور حرفا. بعدشم که بیچاره نشی. من خب راستش داداش علی، این پول برای کار خیره. تا اگه این لطفو در حق ما بکنیم، ما هم سر وقت بهت برش میگردونیم. فکر میکنیم میتونیم جای داداش چنگیز کار کنیم؟ چی میگی داداش؟ چی و چی میگم فرهاد جون؟ داداش توضیح دادم که. آها، نه میگی. ببین من که تو رو خیلی دوست دارم، ولی خودت بهتر منو میشناسی. من رک صحبت میکنم. حالا بدون اینکه وسط حرفم بپرید، جفت گوشمون با شماست. پسرم ببخشید داداش، چون شما اونجوری گفتین گفتم تاییدش کنم. پسرم هم بیخیال، چی داشتیم؟ گفتین وسط حرفم نپرید داداش. پسر ای ابله، از چرا داری همش وسط حرفم میپری؟ جلوی خودتو بگیر دیگه، این مرد داره حرف میزنه. گوشم با شماست داداش. برید گم شد برید. داداش علی لطفا زود عصبانی نشو. پاشت ببینم از دفتر من گم شد بیرون. پول چی داداش؟ پول هنوز داره میگه پول؟ پولی براتون ندارم. آدمای آشغال اومدن از من 50,000 لیرم پول میخوان. داداش حالا اگه 50,000 تام نشد 30,000 تا خوبه. ای وای خدای من، داداش بابا کن الان گورمونو گم میکنم. زود باش بریم، ایشالا دفعه بعدی سمن جون. بابا داداش بازو نگرم نکنی، به سر برو من حلش نمیشه اصلا نگرم. این دیگه کلاسین گفت داداش، باید فرار کنی. فرار کن داداش. چیه پسر؟ کتن جا مونده تو. گم شو بریم جونتو نجات بده. ای خدا، مردی که به خاطر دو قرون پول میخواست ما رو بکشه. پسر چرا این زبونتو مثل آدم سر جاش نمیمونه؟ داداش من که چیزی نگفتم، اون یکی صدا در آورد. صمد
جانم داداش. یه جوری فشکشت میکنم دلت بشکنه. را بیافت. اصلا بی خیال داداش. مگه ما محتاج پول اون لندهور کلاشینکوفیم؟ تازش هم گرفتن اون پول برام خیر نبود. پسر من میدونستم با اون چی کار کنم. حالا بی خیال. شبت بخیر. داداش. حالا ما چه غلطی کنم ها؟ خیلی خب بابا یه فکری میکنیم دیگه، بذار صبح بشه بعد فکرشو میکنیم. من بدون حلیم نمیتونم زندگی کنم. باشه میگم حلش میکنی. من دورت بکردم قداش. بذار قلنجتو بشکرم قربونت برم. آخه برگام شدی که دیوونه رو ببین خودشو چسبونده. پس من رفتم داداش، شبت بخیر. بس کنه دیگه. شنیدم ولی نوکرتم داداش. وای وای چی شده؟ آبجی واقعا چیزی ندارم بهت بگم. من خواهر بزرگترتم، معلومه که نمیتونی بگی. لندهور سلیم قهوه زود بپر بر من یه چای کلوچه بیار. زود باش، دست در نکنه داداش. ببین نگی که نگفتم، یه روز اون گنجو پیدا میکنن و درش میارن، بعد اون وقت تو با دهن باز میشینی و از دور نگاه میکنی. آره آره. چی کار میکنی پسر؟ خوش اومدی داداش، خوش اومدی. ممنونم. آخ اگه گشنه بگم یه چیزی بیارن. پسر به جای پرسیدن عمل کن. سلیم قهوه یه چای کلوچه دیگه هم برای من بیار که بدم داداشم. زود باش. خب داداش فکر کردی؟ به چی؟ به مشکل من دیگه. مشکل چی بود؟ داداش اذیت نکن تو رو خدا. باشه بابا، حالا نمیخواد خودتو بگیری. یه فکرایی کردم. جدی میگی؟ پسر یه بار میگم نمیفهمی نه؟ گفتم یه فکرایی کردم. خب چه فکری کردی؟ امشب دیگه میتره کنیم. امشب این کارو یا انجام میدیم یا میدیمش انجام. مطمئنت مطمئنه؟ آره، اینجوری فکر میکنم. الو کی؟ خیلی خب باشه باشه فهمیدم، خدافظ. اون بنیامین دوباره مریض شده، بعد خودم مغازه رو باز کنم. اینا رو خودت بخور دیگه، من رفتم، خدافظ. باشه خدافظ. میبینی تو رو خدا، امروز شد دومین روز ولی هیچ خبری از این آقا نیست. من چی کار کنم آخه؟ عیبی نداره حلیمه، حداقل تو یکی رو داری که منتظری ازش خبری بشنوی. منو ببین، آخرش آرزو به دل پیر میشم و میمیرم. جیلا آه. میگم کاش میشد تو رو کوبید از اول ساخت. آه. باش. خدا رو شکر کشیف آوردیم. خانم شما بلای جون من یاره؟ کارو زندگی نداری؟ امروز کارو زندگی ما ول کردم. هر چی که توی مغازه داری یا نداری هم میخوام دونه دونه ببینم. تو هم باید نشون بدی. خانم محترمه اصلا به شما چیزی نشون نمیدم. شاگرد مغازه اومد بگو نشونت بده. نه خیر، من میخوام تو خودت نشونم بدی. نشون نمیدم بابا. مغازه رو باز نمیکنم اصلا. فضیلت، حنیفه، صفیه، نورای. خاله نباهات. حالا نشون میدی یا نشون نمیدی؟ منو ببین پسر، اون داخل اجازه میدی فقط من حرف بزنم؟ اگه فقط یه کلمه حرف بزنی این بار دیگه کلامون میره تو هم، فهمیدی؟ باشه داداش. را بیو. چطور پیشی؟ چای بریز آدم. ما رو نمیبینین؟ بهتون خوش میگذره استاد. سمت چون این شب تا صبح فقط به تو فکر میگه. چطی میگه استاد؟ پسر تو احمد میگه. چرا باید به تو فکر کنم آخه؟ دوستان اومدن تا صبح با هم دیگه زید. خدا قبول کنه استاد. آمین پسر. استاد ما یه سوالی داشتیم ازتون.
اصلا تعجب نکردم فرزندم، یعنی چی میتونه باشه؟ استاد ما یه دوست آشنایی داریم که اونا قاطی کارهای دزدی و اینجور حرفا شدن. خب البته از روی اجبارا. خدا هیچ آدمی رو اجبار نکنه استاد، وگرنه دست به چه کارهایی که نمیزنه. فرزندم شما یعنی اصلا دوست درست حسابی نداری؟ از کجا این آدم های بی صفت و بدذات رو پیدا میکنی؟ نکنه شما مثل اونا بی صفت و بدذات؟ خدا نکنه. حالا بگذریم استاد، اینا میرن از پولا رو دزدی میکنن، بعد مبلغ بیشترش رو برمیدارن تو کارهای خیر مصرف میکنن، مثل کارتون رابین هود. نه خب استاد، این دوستامون از همون پرسیدن که کارشون گناه یا نه و گناهش چقدر محسوب میشه. یعنی این سبک کارا واسه ما چقدر گناه داره؟ داریم میگین رابین هود دیگه، اون یه شخصیت خیلی مهم تو تاریخ حساب میشه. اون وارد یک سری کارای خیر شده بوده و تو اون کارا هم موفق. ولی خب دزدی توجیهی نداره بسرم، دزدی گناهه. خب این گناه به خاطر اینکه تو کارای خیر مصرف میشه تخفیفی چیزی بهش نمیخوره که یکم به صرفه تر بشه حسابش کرد؟ اصلا آفر استاد. البته میشه واقعا استاد، ولی شامل شما نمیشه. نه استاد، منظورم که ما نبودیم، دوستامونو میگم. منم منظورم همین بود. به اون دوستاتونم بگید وارد اینجور بازی ها نشن. درست نیست یعنی؟ یه چای دیگه میخورین؟ ممنون استاد، صرف شده. منم فقط تعارف کردم. فهمیدم، شب خوش استاد. استاد نبنده ما رفتیم. چه احمقایی هستن؟ کافیه آدم. میگم داداش. چیه پسر؟ حتی رابین هودم نتونست خودشو نجات بده. کی میدونه چه بلایی قرار سر ما بیاد؟ منصرفش بهتره؟ پسر تو واقعا احمقی. چرا داداش؟ استاد ستار چی گفت؟ چی گفت؟ گفت ثواب این کار گناهشو کم میکنه ولی این برای شما فایده این نداره. یعنی چی؟ یعنی این که شدنیه دیگه. تو میری یه ماشین برامون جور میکنی و بعد ما شروع میکنیم. را بیا. عجبره؟ عجبره؟ کافتبی نمیشه اطرافو خیلی خوب دید، برای همین اینجوری خودمو به در و دیوار میزنم. چطور داداش؟ خوبم تمام جون، شکر خدا. همش در حال بودو بودو کردن. البته یه روزا یکم مشکل خوردیم، شهرداری همش بهمون گیر میده، میگه از هر چیزی که میفروشی مالیات و ارزش افزوده واسه به ما بدی. البته که الکی نمیگم، قانون حساب کتاب داره دیگه، شما نظامو میشناسی مگه نه؟ معلوم نیست چیزی خورده بود یا با زنش دعوا شده بود. داداش همش پر حرفی میکنه، منم که کلا از پر حرفی خوشم نمیاد. وسط حرفش خوابم برد، تو خواب بابامو دیدم همینجوری ورور حرف میزد. بابام از اون طرف به من پیام میرسوند حق داره، خوب امروز تو این دنیا هستی فردا نیستی، نباید دیگه سخت بگیری. خب یه مشکلاتی هم داریم، حالا بگذریم. شما چطوری؟ حالتون خوبه؟ ببین رجب، تو این دنیا تو واقعا تنها آدمی هستی که سوال حال چطوره رو جدی میگیری. خب سوال جدیه. هیچی بابا بگذاریم. تو به ما دوتا ماسک سیاه، یه نردبون دو طبقه، یه کیسه و یه چراغ قوه بده لطفا. خیر باشه، بذار قراره جایی دزدی بری. کجا فهمیدی داداش؟ داداش مزخرف نگو، همچین چیزی نیست. این خاله فراهی ما چند وقته یه روباه میاد مرغاشو میدوزه، ما هم قراره امشب در حال ارتکاب جرم گیرش بندازیم. البته خب نباید کم و کسری وجود داشته باشه. ما چند شب پیش با خانومم خواب بودیم، اونم خوابش سنگینه، میشناسیدش که پشه‌بند بسته بودیم، اصلا ما برای خوابیدن دراز نکشیده بودیم. خب من از وسط کمرش اینو گرفتم اینجوری و خب عجب ولکن تو رو خودم، یکم عجله داریم، وسایلو بده ما بریم دیگه، زود باش. البته که نباید با مشکلات خودم شما رو خسته کنم. این چه حرفیه داداش، اینجوری نگو. یعنی تعریف کنم؟ با پسر من فهمیدم شما دو تا چتونه، وسایل ما رو بده به ایشون، من میرم بیرون منتظرم. خدافظ. عجب نگو، گفتی آخرش کمر زنداداشو گرفتی. داداش انگیز، من دارم میرم خونه، یادت نره درها رو قفل کنی. باشه؟ یه بار مثل آدمی زد جواب بده.
حالا عجله‌ای هم نبود سمت جون. چی کار میکردم داداش؟ زشت بود دیگه، حرفش نصفه میموند. نصفه بمونه انشالله سمت. را بیافت. آخه چی داره قفل میکنه که اینو قفل میکنه؟ نه تو واقعا احمق. بچش کنم. بازش کردم. داداش یه دونه ای بذار قلنجی تو بشونه. سمن راهی داداش. چیه پسر؟ اینجا که چراغ داره چرا چراغ قفل خریدیم؟ چرت و پرت نگو سمت. خوبه خوابیده. منو ببین، تو برو پولا رو بردار، منم این اطراف رو قشنگ نگاه میکنم ببینم چیزی پیدا میکنم که از این وضعیت خودمون رو نجات بدیم. باشه داداش. داداش چی میگی؟ دیگه نمیشموره. چی کار کردی باهاش؟ به جایش دست دادی؟ داداش من پامم بهش نخورد. زود باش، پولا رو بردار بریم. زود باش. داداش خدا خفت کنه. چیه داداش؟ داداش بلکن نیست، سرسخته. یعنی چی که سرسخته؟ بلکن نیست داداش، نکنه قفل شده. قفل شده؟ چجوری قفل شده آخه پسر؟ مثل کنه چسبیده بهش هم از این انگار میخواد با خودش ببره تو قبر. داداش پایین تنش به صدا در اومد، نکنه میخواد چیزی بهمون بگه نمیفهمه. چرت و پرت نگو پسر، اون دستشو بگیر. نه نمیشه داداش. نیجا میخوای آب گرم چیزی بریزیم روش؟ پسر دهنتو ببند. ببین یه کاری باید بکنیم، ولی چی آخه؟ داداش این اصلا تکون نمیخوره، اونا کنه مرده باشه. پسر تو واقعا احمقی، اگه مرده بود که پولو ول میکرد. داداش من تو رابین هود دیده بودم که وقتی یه نفر میبینه بدنش قفل میکنه. چرت و پرت نگو. میگم داداش همینجوری اینو ببریمش صرافی پولو برامون عوض نمیکنه؟ چرا بابا؟ پسر چرت و پرت نگو، اعصاب منو خرد نکن. پس چه غلطی بکنیم؟ یه فکرایی دارم. چیه دیگه؟ دستشو قطع کنیم دیگه. حالا دستشو قطع کردیم، مگه دستشو وا میکنه؟ خب پس هم دستشو قطع میکنم هم پاشو اصلا تیکه تیکش میکنم این مردی که رو. فقط کافیه پول ازش بگیریم دیگه. نتونستیم این پول ازش بگیریم آخه. کسافت نمیذاره من با علی به ازدواج کنم، پولو بده دیگه. میخوام علی منو بگیرم نمیدی. آروم شدم، چیکار کنیم؟ اگه علی صبح بره دفتر رو ببینه که اونجا نیست، جماعت چایخونه رو خبر میکنه. ای تحویل بگیر داداش چنگیز. موسیقی
حلیم جونم، من هر کاری میتونستم کردم ولی نشد دیگه. صبح خیر داداش تنگی. داداش شنگیز اون کاره رو چیکار کردی؟ داداش شنگی؟ داداش شنگی؟ داداش شنگیز؟ آقا چنگیز؟ آقا چنگیز؟ داداش؟ آقا؟ داداش شنگیز؟ نه! وای ننه، ببین تو رو خدا خجالتم نمیکشه، فوشم میده. آبجی تو هر روز داری این کارو میکنی، خسته نشدی؟ معلومه خسته نمیشم، خواهر بزرگترتم. همچین خواهری نخواست. از درب ورودی انبار یاور 50 متر که بری اون طرف تر، اونجا یه درخته، زیر همون درختم هم گنج قرار داره. برا بابا، کی اینو گفته؟ بیزانسیا گفته؟ برو داداش، حرف زدن با تو بیفایده است انگار. حتی تماس نکن دیگه داداش. چی کار میکنی پسر؟ همین الان داشتم بهت زنگ میزدم داداش. آره فهمیدم. سلیم یه چایی واسم بیا. الان میارم داداش. منو ببین پسر، کسی که سرغ ما رو نگرفته نه؟ نه داداش. خوب خوبه. این چیزا رو بیخیال، یه سری خبرهای جالب برات دارم. نمیدونم چرا اصلا تعجب نکردم. قضیه اون گنجه بود یادته؟ پسر تو هنوز گیره اونی؟ بفرما داداش فرهاد. ممنونم عزیزم. داداش دارم میگم اطلاعات خیلی دقیقی دارم، یعنی مستقیم میریم سر نقطه. ملم کن بابا، مستقیم میریم سر نقطه. ای بابا داداش دیگه وقتی نداریم که. در ضمن با توجه به این اطلاعات جدید الان شرایط خیلی تغییر کرد. حرف زدن اشتباهش، توی زندگیش یه دونه کتابم نخونده، بعد الان داره واسه ما کتابی حرف میزنه. الو کی؟ خیلی خب باش، قطع کن فهمیدم. من رفتم پسر. کجا داداش؟ پسر بنیامین یه چیزی شده نمیاد، من باید برم مغازه رو واکنم. یهو دیدی کاسبی خوب بود و پول خوبی دروردیم، کی میدونه. مغازه رو بسته، امشب پیش خودم، قراره بریم عملیات ویژه. خدا خودش هدایتت کنه صمد، اون ذاتم درست کن. زنه چرا همش داره مغازه میبوز؟ آخرش من به خاطر این مغازه رو میبندم. بخیر، اونقدر منتظر میمونه تو اینجوری فکر. خانم محترم شما دیوونه ای، از جون من چی میخوای؟ هر چیزی داری و میخوام ببینم. خانم مگه دیروز نشونت ندادم؟ همش رو نگاه کردی دیگه ولی هیچی نخریدی. مگه مجبورم بخرم؟ شاید من فقط دوست داشته باشم ببینم. برو خودش شفاعت بده، هی میخواد ببینه. راه نجاتی نداری بعد اخلاق، همه چی رو باید نشونم بدی، چاره ای نداری. دختر تو حسابی دیوونه شدی، به خدا بس کن دیگه گریه چرا؟ منو تنها بذار حلیمه، میخوام با بخت سیاه خودم تنها باشم. ای خدا بسته دیگه، چرا باید ذهنمو درگیر تو کنم؟ خودم کم درد دارم، حالا باید به درد تو هم برسم. من میرم خودمون. پاک زده به سرش. حالا فکر کنیم که من گفته باشم. خب بگو دیگه داداش. ببین صمد، گنج و اینجور چیزا آخر عاقبت نداره. چرا آخه داداش؟ با بزرگم خدا بیامرز سریف میکرد، اون قدیما مردم خیلی دنبال گنج بودن ولی هیچ کس از گنج خیری ندیده. صاحب اصلی گنج دوباره برمیگرده سراغ مالش. بلم کن داداش، فقط خرا خرافات پرسته. دارم بهت میگم بابا بزرگم اینا رو گفته، میگی خرا؟ داداش قصد بی احترامی نداشتم، اصلا نظرت چیه که بریم از یه آدم زنده ای که زنده است بپرسیم؟ از کی بپرسیم؟ پاشو بیا بریم. خب کجا؟ من میدونم از کی بپرسیم دیگه. صمد داداش بیا دیگه. ای بابا از دست بیا داداش، یه بارم گفتی اسکل شنیدم. آی سلیم
بله استاد. محیدین هنوز نیومده؟ بیا زودترینو وصل کنه دیگه. زنگ زده بود استاد. گفت به اون استاد بگو من برای یه قرون پول نمیام کار کنم. گفت از 100 لیر یه قرون کمترم نمیگیرم. بجان نه. خود این آنترو صاحب 50 خریدم. شب میریم بالا و با هم دیگه وصلش میکنیم. باشه استاد. خوشحالم که میبینم احادیث ستین نازنینمون حتی درخای های وودم خوبیده و اسم رسم ما رو هم به گوشه اونا رسونده و روی قلب نازو که شما تأثیر کنید. بله استاد، حق با شماست. از ما چی میخوای؟ من در حال مبارزه بودم با رومیای روانی و ادوارد بیخاصیت، همینطور هم انگلیس به خاطر آزادی اسکاتلند و چند سال بعدم با زامبیا مبارزه کردم. تمام چیزی که از زندگی میخواستم صلح و دوستی بوده، فقط همین، چیز دیگه ای نمیخوام. ما شیفته ی تماشای نقش آفرینی قهرمانانه شما چه تو فیلم گلادیاتور چه توی اون فیلم قلبهای شجاع شده بودیم. شبشیر زنی ها نیزه زدن ها. به طور طبیعی شما دیگه خسته شدی و دنبال آرامشی، در راه به دست آوردن آرامش بودو بودو اومدی پیش ما. خجالت نکش، خجالت نکش. هفته پیشم والدینت اینجا بودن. الان شما برو خونتو خوب تکن، فردا صبح دوباره بیا و فراموش نکن که درهای اینجا همیشه برای هر کسی بازه. پرش کن. داداشون گلادیاتور نبود؟ آخه گلادیاتور پیش استاد ستار چی کار میکنه بچه؟ آره ولی رابین هودم اومده بود دوستان. اونم دروغه، جای کوچیک شایعه زیاد میسازن. ببریم. با این دود و دم حالتون چطور استاد؟ خدا رو شکر شما چطوری؟ حالا استاد هر کاری که میتونستیم کردیم، اما نشد که نشد. مثل خر تو گلگیری کردی. خدا رو شکر استاد، میگذرونیم، زندگی دیگه. خدا رو شکر استاد، سلامتیتون برقرار. خب توی برنامه امروز کدوم مشکل رو قراره داشته باشی؟ استاد چند تا از دوستامون دیروز برای پیاده کردن گنج رفته بودن طرف بورسا. احتمالاً همون دوستای قبلیتون. خب ولی بعدش یکیشون یه شکی به دلش افتاده. چه شکی؟ هیچی بابا استاد، گویه بابا بزرگ خرافاتی ایشون گفته که کسی از پیدا کردن گنج خیری ندیده. ولی باید ببینید به کی داشته میگفته، چون یه احمق بیشعوری برداشته گفته ول کنید بابا این حرفا همش خرافات، همشون هم بعد اون حسابی گیج شدن استاد ستار. خب که بروی ماهتون، چون کسی رو برای مشورت نداشتن اومدن پیش ما. ما هم گفتیم از شما کمک بگیریم، ما که نمیدونیم چه خبره. خب جمعش کردی داداش. آره. خب استاد نظر شما چیه؟ به نظر من شماها به این دوستتون بگید وارد اینجور کارا نشه. استاد ما خیلی وقت وارد این کارا شدیم ولی نمیتونیم اینجوری بیایم بیرون. نه منظورم اینه که دوستامون رفتن تو این کار، نمیتونن بیان بیرون. داداش خرم کردن. بفهمیدم. خب استاد وقتتون رو نمیگیرم. شما رو بدود، ما رو به سلامت. خدا نگهدار. فقط اینو اصلا فراموش نکنید که تا حالا از گنج به هیچ کس خیری نرسیده. فرزندم اگه خیری میداشت به همونی که دفنش کرده میرسید. خب یه چای دیگه میل داری؟ خدا به مالتون برکت بده. نه بیاریم. رجب اره دستش نیست. هر دفعه از دست خودم عصبانی میشم و میگم اینا رو اینجا نذار، چون دست و پا جلافتی هستی پاد گیر میکنه. ولی بازم میذارم اونجا و پامم گیر میکنه. میبینی تو رو خدا، اینو فعلا بذارم اینجا جایی رو نبوره. خدا چه خدا؟ خوبم والا، حالا بذار برای تو یه چیزی تعریف کنم. رجب تو رو خدا ما زیاد وقت نداریم. ببین فقط دوتا بیل و یه کلنگ بهمون بده، ما میخوایم بریم. زود باش. خیر باشه، نکنه زدین تو کار گردی. چجوری میفهمی داداش تو؟ نه داداش، ببین اون خاله فرایی بود که روباه به قفس مرغاش میزد، ما اون مشکل رو حل کردیم، حالا میخوایم برایش یه جوب آبم بکشیم. آره خب پس من به شما یکم هم میخ بدم. نه داداش ما میخ پیخ لازم نداریم، تو همون بیل و کلنگ رو بهمون بده کافیه.
آخ گفتم یه خیال چی افتادم. من هر روز صبح یه مشتری دارم خیلی شیرینه شعر میخونه. چه شعرهایی؟ بعض وقتا من شعراشو مینویسم. هر روز صبح یه عالمه شعر، ولی خب شعراش خیلی قشنگ. با این جس بری تو اتاق خواب صدارم کلوف کنی. منم چند تا شعراشو یاد گرفتم، ولی میرم خونه مسلمن برای خانومم هم میخونم. رجب خب جون ما رو وارد زندگی خصوصیت نکن لطفا. به ما اون وسایلو بده بریم. یعنی داری میگی اون زندگی خصوصی مزخرف چرند تو به ما ربطی نداره؟ خستمون نکن. حق داری. نه داداش همچین چیزی نیست. نه نیست. تو تعریف کن داداش. باشه. پس بذار برای تو تعریف رجب. کنم که زود باش داداش. حسابمون چقدر میشه؟ 70 لیر. شما چند دقیقه برو بیرون. من با داداش سمد یه صحبت کوچولو دارم. خیلی از دست این زندگی خصوصی شما. زود باش بیا. خدافظ. خب داداش بعدش چه رفتین تو اتاق خواب؟ چه اتفاقی افتاد ها؟ بعدش خوابیدیم سمد. هیچی نشد. صبح شد سمد. صبح شد اومدم مغازه رو باز کردم. باشه داداش. بعدم میام بهت سر میزنم. هر موقع خواستی سر بزن سمد جات رو سر منه. به خودم مغازه واسه خودته، ولی با این بد اخلاق نیا. این آدم برات درد سر درست میکنه. اصلا این چی کاره است؟ گیر داده به خاله فرایی، فلان جاش اینجوریه، اون جاش اینجوریه. به خودم یه درد سری برات درست میکنه. کل محل داد میزنن و به تو سلام میکنن، همه میشناسن تو آدم محترمی هستی. دو روز دیگه اینو پلیس میگیره مثل بم میتره که بعد نمیتونی خودتو توجیه کنی. سمد همش میگی داداش داداش داداش. زبونش یه چیزی میگه ولی چشش یه چیز دیگه. اصلا معلوم نیست کاراشو. تو رو خدا به حرف من گوش کن. این برای تو دردسر درست میکنه. این آدم دزد انرژی، دزد انرژی. روحیتو خراب میکنه. بعد بگی داداش رجب اینا رو گفته بودا. من با تو به این خوبی میسازم. دیگه اینو نیار اینجا. پس بیلو کلن کو؟ تو انبار دیگه. داداش رجب الان برامو میاره. تو با این رجب رابطه خاصی داری؟ چی شده مگه داداش؟ جفتتون خلی نه. مشکلی هست؟ نه همه چه خوبه. اگه سوالی براتون پیش اومده از من بپرسین. یعنی خجالت نکشین. ارن. بله داداش. برو گم شو. داداش ترکان چه خبر؟ وقتی استاد کارا صدا نکنی اینجوری باید مثل احمقا فقط نگاه کنی. پس این درخته کجاست؟ من چه میدونم داداش، باید همین جواب باشه دیگه. میگردیم پیداش میکنیم. آره پیداش میکنیم. آه اوناش بیا همین درخت هست. پسر فکر کردم یه چیزی پیدا کردی. چرا اینجوری زغ میکنی انگار گنج پیدا کردی؟ روحیمونو خراب نکن جونه داداش. ای خدا. آه همین جاست داداش. مطمئنی؟ مطمئنم داداش. از اونجایی که با عقل تو اومدیم خدا عاقبتمونو به خیر. بزن بسم الله. چی شده ها؟ حالت خوبه داداش مجد؟ انگار دارن تو قلبم چاقو میزنن. پاشو بریم بیمارستان. خدایا ای بابا انگار دارن تو دلم رخ میشورن. پسر اینجا هیچی نیسته. داداش من حسم قویه، باور کن حسم قویه. من طلایاب دارم تو وجودم. لعنت به تو و طلایاب و حست. لعنت به تو. آها جدی میفرمایی؟ اینجاست. این آش بگیرش. پیداش کردیم عجب طلایی ها میداری تو بوجوده. زمانه اونجا چه تار بکنیم؟ پرسیدم تو باغچه من چی کار میکنی؟ باغچه شماست؟ اون چیه؟ چیه؟ همونه که اونجاست پشت سرتون. کدوم پشته؟ به سر پشت سرت دیگه. بیا کنار ببینم. بیا کنار. ای وای
شما یکی رو کشتین و گذاشتینش تو صندوق؟ ما کیو کشتین؟ ای بی وجدانا، ای بی شرفا، بس میخواستین جنازه ی طرف رو تو باغچه من دفن کنین؟ حالا صبر کنین، من میدونم با تو چی کار کنم. داداش یارو خیلی تعطیله. آره بیشتر از من بابا، همونجا وایسا. الو پلیس؟ تکون نخورید، دست بارم. داداش محاصره شو کرده، یعنی اونا ما رو محاصره کردن. شما همه تون محاصره شدید. آره دیدی محاصره شدید. تکون نخورید، دست بارم. آقایون اینا رو دستگیر کنید. دستا بزن، زود باش، زود باش. اینا رو ببرید توی ماشین، زود زود زود. صندوق هم بردارید. فرهاد. بله قربان. گویا همه این کارا زیر سر تو بوده. این طفلک معصومم به اجبار با خودت این ورومر کشوند یا شریک جرمت کردی؟ کی هم چنین حرفی زده فرمانده؟ صمد. ها؟ من اینجوری نگفتم. چی؟ یه لحظه صبر کن ببینم. من چند لحظه پیش، یعنی اشتباه شنیدم؟ ها؟ یعنی چی که اینجوری نگفتی؟ من انگوش میزنم امضا میکنم که همچین چیزی نگفتم. پسر جان، چند لحظه پیش مگه تو نگفتی که تمام این کارا زیر سر داداش فرهادمه؟ دارین تغییرش میدین. اگه من همچین حرفی زده باشم همین الان از این کلانتری میرم بیرون. آخه ابله، چطوری میخوای بری بیرون؟ تو مثلا بازداشتی. خب پس از جماعت چایخونه میام بیرون. باشه، بفرما، ما هم تماشا میکنیم. تماشا کنیم. بفرما. خب تعریف کن ببینم جریان چی بود. والا چی بگم، فکر میکنم داداش فرادم دستش تنگ بوده، پول لازم داشته، گویا قراره ازدواج کنه داداش، یه همچین چیزایی. منم خوب نفهمیدم، باور کنه، فقط به عنوان یه انسان خواستم بهش کمک کنم. بعد همه جا دنبال پول گشتیم ولی پیدا نکردیم که نکردیم. داداش فرادم پاشو کرد توی کف که باید گنج در بیاریم. منم بهش گفتم داداش گنج در آوردن درست نیست، پدر بزرگم گفته که خیلی توش نیست. هر چقدر بهش گفتم حرفم تو گوشش نرفت که نرفت. باید چیکار میکرد؟ خوب گفتم. خوب چی؟ خوب زود باش دیگه، چای خونه رو ترک کن. چرا؟ آخه خنگ خدا، مگه نگفتی اگه من این حرف رو زده باشم از جماعت چای خونه میام بیرون؟ برو بیرون، گم شو. من همچین چیزی نگفتم. اگه همچین چیزی گفته باشم همین الان زنگولداک رو ترک میکنم میرم. تو عجب پر روی هستی. خدای من، گیر عجب آدم های نفهمی افتادم، ولی نشونتون میدم با کی طرفین. حالا صبر کنین، تو رو خدا قیافه هاشونا مسخره ها. در زمینم باید بدونید بچه پر روها که از پیدا کردن این گنج خوشحال نشید که حتی یه قرونش هم گیرتون نمیاد. ولی ما بودیم پیداش کردیم فرمان. سکت. مگه هرچی پیدا میکنید مال شما میشه؟ بس قراره مال کی بشه؟ ما پیداش کردیم دیگه، مال ماه. منو دیوونه نکنید احمقای نادون. یعنی شما ها نمیدونید حفاری قاچاقی چه مجازاتی داره؟ آره؟ نه والا نمیدونیم. نمیدونیم؟ نبایدم بدونید. بالاخره که من به اطلاعتون میرسونم. بالاخره چیزی که پیدا کردین متعلق به جاییه که پیدا شده. یعنی چی؟ یعنی مال آقای شهموسه. اون دیگه کیه جناب فرمانده؟ همکارتون؟ آره گفتی کی میشه؟ شهموس آقا دیگه. کیه داداش؟ من چه نفهمیدم. آها ببین، گفته بودم بهت، بابا بزرگم گفته سراغ گنج و اینا نرید، خیلی توش نیستا، ولی تو گفتی مرغ یه پا داره، به حرفم گوش نکردی. آقا گفته بود. من آقای نادون، مزخرف نگین. نفهمیدین؟ دارم میگم آقای شهموسه که صاحب اون زمینه. یعنی هنوز طرف نمورده؟ خفه خون بگیرین، یا تو
استاد ستار اومده جناب فرمانده. زود راهنماییشون کن بیان داخل، زود باش. چشم قربان. زود باش، زود باش. حالا بهتون نشون میدم. خوش آمدین استاد. خیلی خوش آمدین. قدم رنجه فرمودید. الان حالت خوبه ماجد؟ درونم یه آرامش عجیبی دارم بهری. اونا کی رفتن اون بالا؟ بهری، اونا یه ساعتی که دارن کار میکنن، تو الان فهمیدی؟ نجاتی، پسرم تو دیوونه شدی؟ چرا تو این ساعت رفتی اون بالا؟ بیا پایین ببینم، میفتی ها؟ یکم ساکت بمون دیگه مرد. این چی گفت؟ احتمالاً به ننت فوش داده. از کجا میدونی؟ آخه اگه من جاش بودم همین کارو میکردم، بازی تو بکن. افتاد بالاخره. آره من که گفتم. کمکم کنید. باشه این دست تموم بشه بعد بهش فکر میکنیم، حالا اگه زنده بمونه. معرفی میکنم، آقای کودکوپته. عباس. خلبان کودکوپتر عباس. این چشم مخفی من. فهمیدین دیگه منظورمو. هر کاری که تا امروز کردین و همه شو دیدم. یکم هم تحلیلشون کردیم. در نتیجه حرفایی که زده بودین و باور نکردیم ما دوستان. خدا هنوز خودم نرسیده حرفای پشت سرم رسید. پسر نکنه کسی منو تبدیل کنه. خندیدین، تفریح کردین، ولی بالاخره به آخر خط رسیدین. مشکل اصلی شما چیه پسرم؟ ما مشکل خاصی نداریم استاد. یعنی خب نداریم. داریم استاد، یه مشکل داریم. سمت تو احمقی؟ چرا بی خودی یه حقاتی میکنی؟ داریم اینجا خیلی آروم با هم حرف میزنی. ببخشید استاد، معذرت میخوام. خیلی خوب تعریف کن ببینم. ما یه مشکلی داریم استاد. یعنی بهتر بگم که من یه مشکلی دارم. داداش فرهادم هم تو این مشکل شریکم شد. مادر و پدرم رو تو سن کم از دست دادم، خودتون که میدونید. نماز بیعتشون هم که خودتون خونده بود. من موندم تنها است. تو خونه به او بزرگی تنها بود. حالا با عاشق یه دختر شد. نمیخوام اونم از دست بدم استم. ولی برای ازدواج با اون هیچ پولی ندارم. ولی خب زندگی یه مسابقه است پسر. تا به آخرش نرسیدی نباید تسلیم بشی. من تسلیم شدم استاد.
دیگه نمیخوام تو این مسابقه شرکت کنم. همه یه مسابقه ها بالاخره یه روزی تموم میشه. مسابقه یه تو هم یه روزی تموم میشه. البته که وسط این مسابقه زمین خوردنم داری، ولی دوباره باید بلند میشه. خستگی در کار نیست، خدا همراه حق همیشه. من شماها رو از خیلی قدیم میشناسم، از دوران بچگی تو. الان وقت محکم ایستادن، وقت بلند شدنه. من شد ببینم، همین الان میرین خونه و خیلی زود میخوابین، صبحم با بسم الله از خواب بیدار میشین و میرین سر کارتون. با بسم الله مغازتون رو باز میکنین، برق ریختن نون شبتون رو به دست میارین. اینو فراموش نکنین، اگه خوبی میخواین باید خوبی کنین، چون هر کسی خوبی کنه خوبی هم میبینه. شب بخیر. نه بابا، حتی به این بچه های چایی هم تعارف نکردی. دستت درد نکنه، کافیه. آدم بزن. آفرین به تو پسر، کاری که تو کردی دقیقا خود جوون مردیه. دمت گرم. چرا داداش، هر کی جای من بود داره احساس همین کارو میکرد. نمی کنن پسر، نمی کنن. شاید همین کارو بکنن و ولی عشقشونم باید همین جوری باشه، مثل تو، یعنی مثل یه مرد. منظورم اینه که این کارا کار هر کسی نیست. ممنون داداش، چی کار کنم دیگه؟ لابد قسمت نبود، تقدیر اینجوریه دیگه. صبر کن پسر، هنوز که چیزی معلوم نیست. یادت نمیاد استاد ستار چی گفت؟ گفت حتی اگه خوردین زمین باید بازم بلند شید. گفت نباید تسلیم بشید، پس تو هم نباید تسلیم بشید. باشو بریم، زود باش. باشو. چه خبر آخوله من؟ داری چی کار میکنی داداش ارن؟ چی گفتی داداش؟ گفتم حالت چطوره؟ این اولین بار کسی حالمو میپرسه، میدونستی؟ تو چرا همش به من گیر دادی میگی اگه سوالی توی ذهنت هست ازم بپرس؟ آخه کسی از من سوال نمیپرسه داداش. خب؟ منم میخواستم تقاضا رو بالا ببرم. خوله منی دیگه. این موقعش هم اینجا چی کار میکنی؟ برو خونت دیگه. نمیتونم برم خونه. اون وقت چرا؟ آخر رام نمیدن. راحت نمیدن؟ اگه 5 لیر جمع نکنم بابا من خونه را نمیده. لعنت به کار این دنیا پسر.
بگی داداش نرم. بگی دیگه. پاشو. پاشو دیگه برو خونه. فردا صبح بیا پیشم. این موضوع رو با هم حل می‌کنیم. زود باش. برو خونه. بابا آقا سرکار پخش بین المللی زبان فارسی از موبیکس مدیا اینترتینمنت. پسر باش چه فیلمی داری بازی میکنی؟ دفعه بعد از اینجا رد شدی بیا بیدی کمپرسور بدم بهت هوا میده، خیلی بهش نیاز داری، هوا برات داشته، از توی دهن هوا میخوری، از دهن و اشتباه استفاده نکنی یا زمستون تو راهه. خوش اومدی فراد جان، بفرمی. بابا ممنونم داداش نجاتی. داداش ماهواره چیزی خورده تو کلت، چی شدی تو؟ هیچی نگو بابا، کمرم سالمه ولی سرم شکسته. من برم درمونگاه یه آمپول ریز بزنم. برو بزن، برو آمپولتو بزن. نوشه جونم. ممنونه. سلام علیکم داداش. علیکم و سلام داداش. خیر باشه داداش، سرخیز شدی. راستش از این به بعد همینطوریه، میخوام به کار و زندگیم برسم. بفرمایی داداش سمه. دست درد نکنه. خوبی کن تا خوبی بیاد سمتت داداش. خوبی کن تا خوبی بیاد سمتت داداش. آوری کلا خودشه. از این بعد برنامه همینه. به تو هم حسابی میرسه. حالتون چطوره داداش؟ خوش اومدی داداش. ممنونم داداش. داداش. جانم داداش. یه چیزی از شما دست منه. چی هستون؟ یه چیز خیلی مهم. چیه؟ خیلی با ارزشه. یعنی چی؟ خیلی چیز لازمیه پسر. تو چرا الکی اینقدر معماسازی میکنی؟ خب بگو دیگه، اعصابمون خورد شد. اینه یادت میاد داداش؟ بهترین کار همینی که همینه سرمایه گذاری کنه. ایران بفرما داداش. میکروفونو بگیر، اینم پولش، برو رو شرط بندی کن، اضافه پولش هم مال خودت. آها، آره داداش، من اینو داده بودم بهش، یادم رفته بود. بده من ببینم. حالا چیزی هم برنده شدی؟ داداش، جایزه بزرگ 14 میلیونی به اسم تو در اومده داداش. پسر تو حسابی پولدار شدی، زندگی به دو قسمت تقسیم شد، قبل اینو بعد ای. خدایا شکر.
روزه که دنبال پولیم. عجب بدبختیه که نکشیدیم. آخرم پول خودش اومد سمتمون. ببینم این همین امروز اومده؟ نه، سه روز پیش در اومد، ولی منتظر یه فرصت مناسب بودم که بهتون بگم. اون وقت چرا؟ خب این همه آدم نشسته رو تماشا کردم، مگه بد شد؟ آخه خاله ما روان ما رو به هم ریخته. بیا اینجا چرا به مون نگفتی ها؟ با تو وایسا واقعا احمق چرا به مون نگفتی؟ احمق داره برای گرفتن وایسا ببینم اگه دستم در چرا خدا بگم چی کار نکنه. گفتم برین کار کنین و پولتونو با عرق ریختن به دست بیاریم. بعد اون وقت نه توی قمار پول به دست آوردن و وسیعن علکی علکی منو مجبور کردم فوش بدم، ولی خب چه حس آرامش خوبی به هم دست داد. بهتره که من این فوش دادن و گاهی اوقات استفاده کنم. معنی عوضیات چیه؟ پرست کنم چایی و تی یعنی چایی. اوکی 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 بزنی. ای والا ای والا. کیراز آدم دکمدن حالیمم دالارانو بکمدن، حالیمم دالارانو بکمدن. بیر آرمان ور بنا حالیمم بن گربته گیتمدن، حالیمم بن گربته گیتمدن. تون بالاجیک حالیمم چای باشینا الهی که خوشبخت بشی داداش. آمین داداش. همچنین زن داداش مواظب این پسر باش، دستشو توی بازار و خیابون ول نکنه، گم میشه، چون این خدادادی پتانسیل گم شده. شما نگران نباش داداش فرهاد، حتی اگه لازم باشه به جی پی اس وصل میکنم. برید به سلامه. شب خوش لباس فروش. ای وای من، بازم تو؟ آخه خواهر من تو واقعا خل شدی، چجوری میتونی همه جا باشی؟ بالاخره اون لباس توی انبارت هم میبینم. خیلی خوب باشه، اگه میخوای ببینی نشونت میدم. بیا بری بیا. فقط به من نه؟ معرفی میکنم، نام زدم غفور. سلام عزیزم. ایشونم داداشم جنبوره. سلام جونم. عجب گیری افتادیم. خانم محترم، شما چجوری تونستی دوتا مردان آهنین رو همزمان جور کنی؟ را بیافت. مردی که دستتونه مال منه،
نمیذارم دست هیچ کس بهش برسه. جیلان؟ عشقم. Ferhat abi. Ne var lan? Bir kuşun kanadına saklanmış sevdam için. Ferhat abi. Bir daha böyle al işte, bir daha al. Ferhat abi. Bir. Ferhat abi. Ne var lan? Ya Allah aşkına. Ne var lan? Bir... Bak abi. Baktım. Geri dön abi. Bak abi. Ben niye kalıyorum ya? Kalmayacağız, devam etsen. İyi misin şimdi? İyiyim abi, biraz gelin. Oh. Şunu ilk de şey yapalım, hadi. Evet. Allah. Vallahi tebrik ediyorum seni abla. Tahsin Mümin. Ki. Çay, çay. Yap, biraz daha boz bunu. Ha. Bu, ne yani? Acele etme. Bağıra bağıra yap bunu bana. Ne yani? Ne yani? Evimize de mi gitmeyelim? Ne yani? Evimize de mi gitmeyelim amına koyayım? Vurdum çocuğa lan. Oğlum burnuna var ya, benim parmağım acıdı abi. Çat diye vurdum burnuna. Hadi. Evet, evet. Acıdı mı çocuğa? Selim, bize iki tane çay kap çap çıt çerat. Hazinenin asıl sahibi. Bir dakika, bir tane daha alayım. La dedem dedin. Lan dedem anlatırdı diyorum. Ne hurafesi? Abi yap. Bir tane daha, bir tane daha. La dedem anlatırdı diyorum. Ne hurafesi? La dedem anlatırdı diyorum. Hayır ya. Ne yapıyorsun Eren kardeş? Abi baştan alsana. Yani, ne oldu, sen hata yapınca ben böyle mi yapayım? Evimize de mi gideceğiz? Ne yapıyorsun lan deli? Ben, bak bunu bileceğiz ha, ben burada. Ağlama Aşık Yeter. Beni yalnız bırak lütfen Halime. Ya. Yırttık oğlum, yırttık lan. Abi. Yırttık lan. Ben sana söyleşmiyorum Fert. Ben sana söyledim zaten. Sana şükürler olsun. Söylemiştin lan, söylemiştin lan. Ne var lan deli? Sen... Ben gelmeden dedikodu mu gelmiş? Ulan biri bizim bir tuhaf şeyin huyu mu ortaya çıktı bu? Öyleyse paraları bırak. Ama bak ben de filmde izlemiştim. Ama bak bir filmde izlemiştim. Ölüler olduğu zaman... Abi... Yeter ya! İster misin? Niye vermiyorsun? Niye vermiyorsun? Tutamadım, özür dilerim. Sen demedin mi bomba benim var diye çağırdın beni? Tek olarak. Yani ben böyle şey söyleme. Sen demedin mi bomba benim var diye? Sen merak etme Ferhat'cığım. Gerekirse çip takarım bunu. Ferhat'cığım yok, Ferhat abi. Bana mail ediyor. Ama evet. Öyle yazıyor orada. Ferhat abi sanırsam biraz paraya sıkışmış. Evlencik miymiş neymiş? Tam olarak ben de anlamadım. Ondan sonra para aradık, Ferhat abi. Oğlum hadi lan. Hadi lan. Vallahi ilk buldum ama. Niye öyle gel?